السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با امید صحت مندی شما عزیزان، سلسله درس های اخیر بود که صفحه 30 و قاعده 36 رسیدیم امروز. با امید که درس های پر سر تکرار کرده باشین و استفاده کرده باشین. اگر پیشنهاد و انتقاد که باشه در خدمت هستیم. امروز قاعده 36 ما میخوانیم، تای مدوره. شاید با نامش آشنا باشین نباشین، اما شکلش قسمی است که تای مدوره یعنی تایگان، تایی که یعنی آلی میخوانیم اینجا که تای مدوره که گفته میشه در حالت وقف گفته به ها بدل شده. ما در قاعده های پیش هم بعض وقت که خوانده بودیم تا را به ها وقتی که وقف کرده بودیم مبدل کرده بودیم. اینجا یکی از قاعده هایی است که تای مدوره در حالت وقف به ها بدل شده و ساکن خوانده می شود. انشاءالله در مثال ها باز واضح تر می شه. و بخش دومشی است گفته اگر در تنوین زبر وقف صورت بگیرد تنوین به الف بدل شده و برابر یک الف کشیده خوانده می شود. ایرام که ما خوانده بودیم در سای قبل، مثلا ابدن ابدا می گفتیم. دو زبر که نمی تنوین است، یک زبر است، زبر دوم به نام تنوین یاد می شه. دو زبر ما به الف مبدل می شد و برابر یک الف کشیده خوانده می شد. ایام بخش دوم از قاعده ماست و هرگاه گفته بالای حرف وقف شود که دارای فتحه، ضمه، کسره، تنوین دو زیر و یا تنوین دو پیش باشد، حرف آخر ساکن خوانده میشه. ما فهمیدیم که تنوین دو زبر به الف مبدل میشه هنگام وقف، اما فتحه، کسره، ضمه، تنوین دو پیش و تنوین دو زیر هنگامی که وقف میکنیم در آخر کلمه اگه باشه ساکن میشه. یکی از قاعده های دیگری بخش است. و حالا بالای مثال هایی که تکرار میکنیم ای گوش زد میشه و مطمئنن ای را میفهمین که درس های قبل هم تکرار شده بود و ما تطبیق کرده بودیم. اما بهتر میشه که اینجا 100% دیگه این قاعده را فراموش نکنیم و قاعده کلی باشه پیش ما و ای را یاد بگیریم که در این حالت ها چگونه ما وقفش کنیم. خب حروف ها میخوانیم، سه خط است، بسیار آسان و ساده، با امیدی که توجه کنین و یادش بگیرین. نون، خا، خا را میفهمیم که رنگایی که به رنگ سیاس باریک خوانده میشه، یعنی دهن ما دور کرده میشه دو طرفش و هوا پر نمیشه دهن. زبان ما گفتیم که هموار میباشه. اما در حروف که رنگ سبز داره گفته بودیم پر ادا میشه، به این معنا که دهن هوا پر میشه و زبان ما اندک چخور مثل قاشق میشه. پس ما میخوانیم نون خا، خا نمیگیم، نون خا، نون خا، زبر نخ، لام دو زیرلین، نخلین، چون تنوین داره نخلین. اما حرف بعدیش هم میبینیم که خا است. ما در تنوین خوانده بودیم که هرگاه بعد از نون ساکن و یا تنوین اگر حروف حلقی بیایه اظهار صورت میفینی واضح خوانده میشد و خا از حروف حلقی است، همزه، ها، عین، ها، غین و خا. پس اینجا بعد از تنوین خا آمده اظهار میکنیم نخلین، نخلین، نون واضح ادا میکنیم. خالف مد زبر خا. اینجا الیف هم رنگ سبز داره. پس دید یاد ما آمد که ما گفته بودیم الف تابع ما قبل خود است، یعنی اینجا الف هم پر خوانده میشه. خا، الف، مد، زبر، خا، مد خوانده بودیم، الف ما ساکن، ما قبلش که خا ما قبل الف است زبر داره، پس اینجا مد صورت گرفت، مد اصلی، یک الف ادا کردیم، خا هم الف ما پر شد. واو زیروی، نخلین، خاوی، یه زبر، یه نخلین، خاویه. تا اینجا تای مدور است. در قاعده خواندیم که در اخیر کلمه میایه و شکل تارم فهمیدیم. حالا انگام وقفش چی میگیم؟ نخلین خاویتین، تا دو زیرتین، نخلین خاویه. گفتیم تا به ها مبدل میشه هنگام وقف، پس مبدل شد نخلین خاویه. اما کوشش کنین ها ادا شوه، نگوین نخلین خاویه، نخیر، خاویه. وقتی که تا به ها مبدل شد ها ادا شوه، جانب مقابل احساس کنه که مهار ادا کردم، گنگ ادا نکنین واضح، خاویه.
کلمه بعدی ماست نون الف مد زبر نه، چون اینجا میبینیم که نون از حروف باریک است، الف هم دیدین رنگش سیاه است، پس یعنی باریک ادا کنیم، نا نگوییم. نه رادو زبر رن، نه رن بادم. بعد از باز همینجا بعد از تنوین که رادو زبر داره تنوین گفته میشه، حرف ها است، ها از حروف حلقی است، بعد از تنوین که حروف حلقی آمد اظهار صورت میگیره. نه رن حالف مد زبر ح، هم باریک ادا میشه چون از حروف باریک است. میم زیر می، نران حامی، هر حرکت ما گفته بودیم به حدش، اگه هر حرکت از حدش زیاد شوه اشتباه میشه و بعض وقتا مد صورت میگیره. اگه که مثلا اینجا کسره را زیادتر کنیم، مثلا حامی بگویم اشتباه میشه، اینجا یعنی مد صورت میگیره. یا زبر یا نران حامیه، تدو زبرتن ناران حامیتن. اینا را هنگام که وقف کردیم گفتیم دو زبر چی میشه؟ دو زبر به الف مبدل میشد، اما اینجا تا از به ها مبدل میشه، اینجا به الف مبدل نمیشه. حامیه. کلمه بعدی ما کف پیش کو، تا پیش تو، کو تو، بدو پیش بون. میبینیم که رنگ تنوین ما نارنجی است. رنگش چی معنا؟ ما در رنگهای نارنجی اگر دقت کرده باشین در درسهای قبل هم اخفا میگفتیم، و با وجود که رنگش نارنجی است اخفا، اخفا هم چون دو نوع است، پر و باریک. هرگاه بعد از تنوین اگر حروف پر بود گفتیم اخفای ما پر میشه. ما حروف اخفا را خوانده بودیم دیگه، گفتیم شش حرف است که بعد از تنوین اگر همزه ها عین ها غین خا بیه اونجا اظهار میشد، اگر که باب اقلاب میشد به میم مبدل میشد میم بعدی، و اگر که یرملون شش حرف بود که ادغام میشد، اگر این حروف اظهار حروف ادغام حروف اقلاب نباشه اخفا صورت میگرفت که بسیار آسان است، 15 حرف داشت. قاف از حروف اخفا است، پس اینجا میخونیم کتبون پر، اخفای پر. اخفا به این معنی که پنهان میکنیم، نمیگیم کتبون، نون آوازی نمیکنیم، کتبون. قاف یا زبر قای به شدت میخونیم چون که یا مشدد داره. یا زیری کتبون قای، میم زبر ما کتبون قای ما، تدو پیشتون کتبون قای ما تون. وقف که میکنیم تا به ها مبدل میشه، تای مدوره کتب قیمه. واو زبر و جیم نون زبر جن، در نون چون مشدد است غن نمیشه، جن نون استاده زبر نه و جن نه، تا دو زیرتین و جناتین. بعد از تنوین همزه آمده، همزه از حروف اظهار است یا حروف حلقی است، پس اینجا واضح تنوین می خوانیم. و جنات و جن غنه ناتین، تین اظهار میشه. همزه لام زبر ال، فالف مد زبر ف، الف ف دو زبر فن، و جنات الف فن. ما گفتیم دو زبر چی میشه؟ به الف مبدل میشه، اونجا چون تا بود به ها مبدل کردیم، اما اینجا دو زبر به الف مبدل میشه. و جنت الف ف ف، گفتیم برابر یک الف هم مدش میکنیم. ه پیش هو دل دو زبر دن، گفته بودیم بعد از تنوین الف و یا کامت در هجا خوانده نمیشه. ه پیش هو دل دو زبر دن، هو دن وقفاً دو زبر که به الف مبدل شوه، هده. نون زیر نیسین الف مد زبر س، چون بعد از مد که میگیم س الف ما، بعد از الف ما چون همزه است اینجا مد متصل است، حداقل باید سه الف یا زیادتر از سه الف مدش کنیم. نون زیر نیسین الف مد زبر س، همزه دو زبر ان، نیسا ان وقفا نساء
یک الف مد کردیم، تنوین دو زبر به الف مبدل شد. همزه عین زبر اع اع، عین تا همزه خوب فرق شده اع اع. طایه مد زبر طایه، اینجا چون یا ساکن مراقبش فتح لین میشه، همزه عین زبر اع، طایه زبر طای، نرم ادا میکنیم. نون استاده زبر نه اعطاینا، کاف لام زبر کل اعطاینا کل، کاف واو زبر کو، کو نمیگیم، گفتیم واو ساکن ما قبلش فتح یا ساکن ما قبلش فتح دو حرف داشت لین، یا ساکن باشه ما قبل یا فتح یا زبر داشته باشه، فتح زبر هم میگه اشتباه نکنیم. و هر گو واو هم ساکن ما قبلش فتحه باشه یا هم ساکن ما قبلش فتحه، دو حرف ساکن واو یا ساکن ما قبلشون که هرگاه فتحه بود لین میشن، نرم ادا میشن. اینجا نمیتونیم گفته کو، مشدد نمی کنیم. اعطاینا کل کو، نرم میخونیم. ث زبر ث، کو ث، را زبر را، را چون فتحه را پر ادا کردیم. اعطاینا کل کو ث را، را. وقفا ما گفتیم که زبر چی میشد؟ ساکن میشد انگام وقف داخل کلمه باشه، پس اینجا میگیم اعطایناک الکوثر، ثر. وقف دیدیم که به ساکن شد، باید وقف ما ساکن شوه حرف آخر ما، اما چون را ساکن ما قبلش اگر فتحه داره را چون که وقف میکنیم ساکن میشد، اگر ثر را ساکن ما قبلشون فتح هست پر ادا شوه، کو ثر، ثر را را پر ادا میکنیم. لم یه زبر لی، لم زبر ل، لی ل، تلم پیش تل، لی ل تل، لا ما کوشش کنیم بادی که ادا شوه، بعضا میگه لی ل تل، اشتباه، لی ل تل. اینجا ما دور میسازیم دو طرف لب ما را. قاف دل زبر قاد، قاف اپر میخوانیم، دال هم چون ساکن است قلقله میشه، قاد قاد. رازیر ری لیلت القدر، وقفا لیلت القدر، قدر. چون اینجا را ساکن شد ما قبلش هم دال ساکن، ما قبلش هم فتحه را باید را پرده شد، قدر. قاف لام پیش قل، حروف پر و باریک پشت هم آمده، درست است که شاید کمه سخت احساس شوه، اما ای برتان عادی میشه بفهمین که قاف پر شد لام باید باریک شد، قل نشه باریک، قل قل. اول قاف پر ادا کنین و لام باریک تر ادایش کنین. ها پیش هو قل هو، و اولام زبر ول قل هو ول، هو واو باریک لام پر. لام استاده زبر، لام استاده زبر لا، بسم الله پر ادا میشه. ها پیش هو قل هو الله، قل هو ال، هو و الله، هو باریک لامپر، هو الله. همزه زبر اح، زبر ح، اح. دل دو پیش دون، احد، وقفا قل هو الله احد، دار قلقله شد. همزه لام زبر ال، ال، همزه باریک لامپر، لام لام استاده زبر لا. ها صاد پیش حس، الله حس، اه باریک، الله حس. صاد زبر ص، میم زبر ما، صم. دل پیش دو، الله الصمد، وقفا الله الصمد. دیدیم که پیشم بس ساکن مبدل شد در هنگامی که در اخیر کلمه زبر، زیر، پیش، تنوین دو پیش، تنوین کسره بود، بس ساکن مبدل شده بود. میم میم زیر میم، چون بعد از نون ساکن میم اومده ادغام شده، نون ده میم مدغم شده، پس میم امرای نون نمیخوانیم، امرای میم بعدیش میخوانیم. میم میم زیر میم، همچنان که چون میم مشدد داره غا نشد، میم میم زبر ما، میم ما. سین زبر سه، میم ما سه. دل دو زیر دین، میم ما سه دین، وقفا
گفتیم که تنوین دو زیرم چی میشه ساکن در هنگام وقف؟ پس میگیم میم مسده. با زیر بیدل زبر ده بیده. میم دو زیر من. چون رنگش هم میبینیم که نارنجی است، به ما یعنی گوش زد میسازه که ای را باید اخفا کنین. پس میبینیم حرف بعدیشه که چی است که ما باید را اخفا کنیم. بعد از تنوین حرف کاف است. حرف کاف از حروف اظهار نیست که شش حرف حلقی است، از حروف اقلاب نیست که به از حروف یرملون که ادغام نیست. پس چی است؟ اخفا است. بیدمین اخفا هم باریک، چون حرف کاف بعد از تنوین آمده کاف باریک ادا میشه، پس اخفا هم باریک ادا شده. بیدمین بیدمین. کف زبر کذل زیر ذی کذیبه دو زیر بین. بیدمین کذیبین وقفن. بیدمین کذیبه کذیبه، چون تنوین دو زیر به ساکن مبدل میشه و همچنان که با ساکن شد قلقله میشه، باید کم تکانش بدیم. بیدمین کذیبه. خوب دوستای گرامی، ایام بود درس قاعده 36 ما. تا درس بعدی شما را به الله منان میسپارم. روز شبتان خوش.